هلی با خوشم ویدیو دیگه اسم نکتر اومدم تو این ویدیو یه مود دیگه که مکمل مود بازی جی تی ای وی هم مود زامبیش که آموزش براتون گذاشتم گفتم یه سری مود میذارم که مکملش باشه رو بهتون یاد بدم. امیدوارم که این ویدیو خوشتون بیاره، کامنت و سابسکرایب فرمایید و هم دیگه بریم سراغ ویدیو. لتس گو. خب تو اون ویدیو که فکر نکنم ویدیو نه یکی از ویدیو بود مود پیکاپو گذاشتم که 4 تا اسلحه میتونستین برداشین، یه پیستول و یه بمب و یه دونه مسلسل و یه دونه هم که دست خالی بود و خب واقعا رو مخ بود، 4 تا اسلحه نمیشه. و حالا یه مود دیگه آوردم، مود بکپکه که این حالا بهتون یه سری قابلیت های بیشتری میده، حالا بهتون یاد میرین تو بازی بهتون نشون میده. حالا من فعلا اینو اکسایتش میکنیم بکپک رو، و برای اینکه اینو نصب کنید باید حتما مود پیکاپر رو داشته باشید شما از قبل رو بازیتون نصب باشه. و پس فوردش هم راکستار گندو تایره. خب اوپن آی وی که باز کردیم ادیت مود رو میزنیم. خب اینجا خودش فایل اینستالیشن داره که این آدرس رو با هم میریم و بهتون میگن چه فایلی با اینجا کپی کنیم. اولیش که x64c پیدا میکنیم اینه، اینجا کپی مود فولی یا شو این مود فولی رو میزنیم. بعد میگه levels GTA 5، بعدش پروپس اینه پروپس هر چیزی لفتس و مینی گیم دات آر پیه اینه میزنیم و سب میکنیم تا بیار. خب وقتی که من اینجا یه فایل داریم با فرمت دات وای دی آر همین آخری هر اینه میگیم میکشیم اینجا. خب ما حالشون قبلا این کار کنم بیترسن دوباره خراب بشه اینا دیگه نمی کنم. و اینو که گذاشتیم اینجا بعدش میره یه فایل چیه ماسکال بیس که ما حالا بهتون گفتن که باید حتما اون مود پیکاپس رو داشته باشید و مودرانر هم ریخته باشید. وقتی مودرانر میدین اینجا پوشه اسکریپت داریم، پوشه اسکریپت رو باز میکنم و این ماسک آلویز رو میگیریم میکشیم اینجا که این میشه در واقع همین میشه. و آخریش هم که یه فولدر بکپک ستینگه که وقتی شما پیکاپ رو نصب کنی اینجا خودش پوشه پیکاپ براتون میاره. شما یه فولدر باز میکنید و این پوشه رو میگیریم میکشیم داخل پوشه اصلی بازیمون و این جایگزین این مود پیکاپ میشه و به همین راحتی. اگه هم خواستی مود پیکاپ رو نصب کنی یه ویدیو این بالا میاد که بری اونجا اونو نگاه کنی و همین دیگه به خیلی بازی تا بهتون نشون بده چجوری کار میکنه. خب بازی ما اومد بالا، زامبی تورش هم کردیم، اینو زامبی اینجاست. و خب وقتی شما میایین داخل بازی هرچین صحنه میبینید مثلا شما کیف نده، شما دکمه 1 یا دکمه 3 بازی تو قسمت کجا میشه ماشین حسابو میزنید تا این بیاد بالا. اگه دیدین همچین کلاهی هم رو سرش اینا ای بینه شما دوباره دکمه 1 همو سر بزنید و دوباره همون دکمه 1 و سر بزنید تا بیاد و درست میشه. و اگه نمیخوام نشونتون بدم همچین چیزای ما میتونیم بردارین، فقط یه دونه رایفل، یه دونه شاتگان، یه دونه حالا چاقو تبر، دو تا پرتابی مثل گرنید اینا و یه دونه پیستول. یه دونه جا خالی میمونه که نمیدونم برای چیه واقعا. آها برای یه چیزه، مثلا میتونیم الان مثلا من بخوام اد بزنم میتونیم گرنید لانچر، درسته؟ آره کامبک گرنید لانچر رو میتونیم اینجا بذاریم. حتی نه این یکی نه لانچر این الان میبینیم مثلا دیگه همش پر شد. من اینا رو هم بردارم الان دیگه مثلا همش پر شد. ولی خب مثلا گرنید لانچر زیاد به دردمون نمیخوره برای همین مثلا من دیگه الان اینو ریمووش میکنم. بعد مثلا یه سری مشکلات هم داره، مثلا یه سری گانا هست مثل اسپیشال MK2 مثلا اگه براتون بیارم نه مثلا اسپیشال MK2 رو خب قاطی اینا آدم حسابش نمیکنه، نمیدونم چرا واقعا چرا. حالا ای هم نه مثلا الان شاید بیم خاطر اینکه MK2 بره مثلا الان کابین رایفل MK2 این دست داره، فقط اسپیشال کابین رایفل هم نیست، یه مشتی پیستول یه مشتی شاتگان اینا هم نمیاره حتی. و همین این بود از این مود، یعنی در واقع از این آموزه. شما که آموزش هم خوشت اومده باشه لایک کامنت سابسکرایب حتما فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه یه سری آموزشی دیگه بازی تی وی فعلا خود نگهدار.